به ادامه برنامه سفره نور خوش آمدین. بخش آشپزی هست و در این بخش قراره که آقای فیضی یک افطاری بسیار خوشمزه آماده بکنن و شما هم بتونین که از طرز تهیه این افطاری در خانه های خود آماده بکنین و بتونین در افطار یک غذای خوشمزه داشته باشین. سلام جناب آقای فیضی، خوبین؟ تشکر، سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و بیننده های عزیز. در این بخش آموزش آشپزی در خدمت شما قرار دارم. بسیار تشکر دوستای عزیز. قراره که امشب آقای فیضی یک نوع کوکو آماده بکنم به نام کوکوی بازاری با همدیگر مواد لازم و اینکه چه مواد نیازه برای تهیه این غذا با همدیگر میبینیم. مواد مورد نیاز برای تهیه کوکو بازاری: کچالو 2 عدد، تخم مرغ 1 عدد، نمک مقدار لازم، فلفل میده 1/2 قاشق، زردچوبه 1 قاشق، پودر سوخاری 100 گرم، روغن 300 گرم. از جمله مواد مورد نیاز برای تهیه کوکوی بازاری بود که اینکه چگونه باز آماده میشه آقای فیضی به شما عزیزان معلومات میده. بله بیننده عزیز، در قدم اول ما کچلوار آب جوش دادیم، پوست رو گرفتیم و یک عدد تخم مرغ خام و پودر سوخاری و زردچوبه و فلفل و نمک اینا رو هم مخلوط میکنیم داخل ظرف. بله بینندگان عزیز، ما کچلو رو به داخل عزیز ظرف میندازیم توسط قاشق چنگال، اینا رو خوب مخلوط میکنم تا حل بشه و بعد نشه. باز دوستای عزیز میتونن از ابزارهایی که امکان داره در دسترس از اونها باشه استفاده بکنن برای حل کردنش. بله میتونم به داخل دستگاه غذاساز یا همچنان ماشین سلاته اینا رو مخلوط کنم یا چرخ بکنم. ما از توسط قاشق چنگال اینا جوش دادی بدیم کار میگیریم. بله بیننده عزیز، تا این قسمت کچلو ما آماده شد. یک عدد تخم مرغ هم با این اضافه میکنم. مقدار نمک اضافه میکنم، همچنان مقدار فلفل، فلفل میدی، فلفل تون اضافه میکنم، همچنان مقدار زردچوبه اضافه میکنم. بله مقدار پودر سوخری یا هم آرد سوخری میتونیم با این استفاده کنیم اضافه میکنیم. بله این مقدار لازمه. بله بیننده های عزیز، این مواد ما کاملا با هم مخلوط کردیم. اینا با دستکش دست میکنیم، اینا رو خوب مخلوط میکنیم تا این مواد با هم دیگر حل بشه و مخلوط بشه. بله بسیار مخلوط کردیم، روغن سر شعله گاز میذاریم، روغن داغ بشه، بعد اینا رو سرخ میکنیم. بیننده های عزیز، بعد از اینکه این مواد مخلوط شد به اندازه‌های مناسب اینا آماده شد برای از اینکه باز داخل روغن سرخ بشه و میبینیم که کار به کجا رسید آقای فیضی. بله بیننده های عزیز، مواد رو کاملا مخلوط کردم به این شکل. شما میتونید به هر شکل اینا رو در بیاریم آماده بسازیم بعد به داخل روغن سرخ بکنه. ما به این شکل بازاری اینا رو جور کردم چون که کوکوی بازاری و یا هم رستورانیه. شما میتونید همچنان این رسم اینا رو جور کنید بعد به داخل روغن سرخ کنید. ما روغن گذاشتم به سر شعله گاز، کاملا روغن ما سرخ شده، اینا رو به داخل روغن میندازن و بعد میذارن تا سرخ بشه. بسیار خوب، چون که کچلوی جوش داده داره داخل از این آقای فیضی، امکان دارد وقت کمتری هم بگیره برای از اینکه آماده بشه. بله ما کوشش نمایین در وقتی که اینا رو داخل روغن میندازونیم شمیار خب یک دست بزنیم انوار کنیم به خاطر اینکه داخل روغن باز نشه. نازکتر باشه کوکو بهتر آماده میشه یا نه؟ بله اگر نازکتر باشه کوکو خیلی بهتره چون داخلی هم پخته میشه متأساس. بله بیننده های عزیز، ما سر میکنیم تا این سرخ بشه، یک طرف اون سرخ شه باز طرف دیگر برمیگردونیم سرخ بشه و بعد نوش جان میکنیم.
بسیار خوب. و این کوکو از جمله انواع کوکوهایی که تو فعلا در بخش آموزش آشپزی جناب آقای فیضی آماده کردین. به ادامه از اونو این هم یک نوعی هست اگه درسته؟ بله، دیدین که بسیار باید مواد کم ما کوکو جور کردیم، خیلی کوکوی آسان و خیلی خوشمزه انشالله می باشه. بسیار خوبه. و روغن هم خوب به جوش آماده بود دیگه آقای فیضی؟ بله، روغن بعد خیلی نگذارین سرخ بشه. اگر روغن خیلی سرخ بشه دم داخل روغن بندازونیم، یک طرف آن می سوزه و طرف دگن خون می مونه همچنان، و داخل شمی یا کوکویی که جور میکنه خون می مونه. بعد ما کوشش کنیم روغن خیلی داغ نباشه، روغن متوسط باشه، بعد اینا رو سرخ کنیم. بله، و فکر کنم که نیازه که باز رو بگردنیم آقای فیضی. بله، یک چند لحظه دیگه بعد غذای سرخ کردنی نیازه که خوب آماده بشه. بله، اگر وقت نوش جان کردن راحت‌تر زمان روگشتوندنی و اگر نگذاریم این طرفی او سرخ بشه، وقتی که رو میگردونی خود قریله میکنه و میپاشه داخل روغن. پس ما باید صبر کنیم یک طرفی او کمی آماده بشه و بعد رو میگردونیم. یعنی روغن جناب آقای فیضی باید چی اندازه باشه؟ از روی مواد بالاتر باشه یا نه؟ متوسط باشه. اگر روغن باز خیلی هم زیاد باشه او که بندازونه میره زیر روغن، باید روی همه شمی یا کوکو که هسته روی روغن باشه مثل این. بله، معمولا بیشتر غذای سرخ کردنی نیازه که روغن زیر مواد باشه بیشتر. بله، اگر این کاملا بره به داخل روغن با باعث میشه که او به داخل روغن بندازونه خود خوریله میده، پاش پاش میشه و بعد کوکو خوب در نمی آید. بله، چون که من هم بعضی موضوعات از شما یاد گرفتم آقای فیضی در جریان سلسله برنامه‌های آموزش آشپزی که باشه. تشکر، ان شاء الله بخیر. بعد از یک برنامه‌ها میتونه شما یک آشپز خوب باشین، بخواید یک آشپزخانه یا همچنان رستورانی باز کنید ان شاء الله. و فکر کنم که غذای امشب هم آماده شده. ان شاء الله نزدیکه، فعلا که وقت داره. یک بار دیگه رو میگردونم. بله، و غذاهای سرخ کردنی یک کم صبر و سلامتی هم نیاز. بله، دیر آید درست آید. هر غذا، هر کاری که ما انجام میدیم باید خیلی با صبر و تحمل و حوصله انجام بدیم. بله، بیننده‌های عزیز، ما شعله گاز خاموش میکنیم، کوکو را داخل روغن برمیداریم، داخل یک ظرف میذاریم کمی سردم بشه، همچنان وقت افطارم بشه، بعد این نوشیجان میکنه. بله بیننده‌های عزیز، این بود غذای امروز ما. بسیار تشکر جناب آقای فیضی عزیز که امشب هم با ما بودین، یک افطاری بسیار خوشمزه آماده کردین. بسیار تشکر. تشکر از شما و سپاس از شما عزیزانی که بیننده برنامه سفره نور هستین، خصوصا بخش آشپزی. و ادامه برنامه سفره نور همچنان با ما همراه باشین و بیننده باشین.